در خانه دوست مهمانان همه میزبانن، مخصوصا امروز که ما یه بساط عروسی هم در خانه دوست داشتیم و داریم. من حالیم بالم از این بابت، خیلی خوشحالیم. علیرضا جون، مونای عزیز، عروسیتون مبارکه. حالا بعدا مفصل در موردش با شما دوستان شنونده که با این علیرضا خان گل حکمت شعار آشنا هستی صحبت میکنیم، ولی بریم و برگردیم خبرهای هفته گذشته رو بشنویم. در خدمت شما. خب، شاید بهتر باشه که با یک خبر خوش شروع کنیم. خبر هفته گذشت، خبرهایی که در هفته که گذشت رو به اطلاع شما بخوام برسونم، اون هم کسب مدال طلا، ولی مدال طلا در المپیک پکن از طرف آقای هادی سائی در ورزشکار تکواندو که اولین مدال طلا رو گرفت. از قرار معلوم ما یک مدال نقره هم داشتیم که آقای مراد محمدی گرفت در وزن 60 کیلوگرم کشتی آزاد. بقیه خبرهای کامل ورزشی و المپیک رو حتما دوستان به شما میدم، تا این دو تا خبر رو به دلیل این دو تا مدالی که ورزشکاران ایرانی گرفتند لازم دانستم در خبرهای هفته گذشته خودمون به اطلاع شما برسونم. و یه رقم جالب، در طی دوره‌های مختلف المپیک در تمام این سال‌ها که المپیک برگزار میشه، این 32 مدالی بوده که به دست ورزشکاران ایرانی در رشته کشتی آزاد کسب شده. و خب دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که ما در واقع در کشور ایران بخش کشتی یکی از ورزش‌های بسیار مهم بوده و همواره در این رشته قهرمانان کشتی برای ایران افتخار آفریدند. در جامعه ایرانی هم اجازه بدید که به همه هنرمندان و دوستداران ادب، هنر و موسیقی در گذشت استاد تورج نگهبان رو تسلیت بگم. تورج نگهبان ترانه سرای مشهور ایرانی و انسان بالنده و دوست داشتنی که به خاطر متجاوز از 500 تصنیفی که در ایران و برای خوانندگان ایرانی ساخته بود شهرت فوق‌العاده‌ای داشت و همه او را دوست داشتند، در روز چهارشنبه 20 اوت یا آگست در بیمارستانی در شهر لس‌آنجلس در سن 76 سالگی درگذشت. خبر به ما دادند که امروز ساعت 2 بعد از ظهر در گورستان فورست لان پیکر تورج نگهبان مشایعت میشه به خانه ابدیش. یادش گرامی باد. یاران ز چه رو رشته الفت به گسستند، عهدی که روا بود دگر بار نبستند، آن مرد و مکان از سر اندیشه ندیدند، این بی خردان حرمت انسان بشکستن، ما را دگر از طعنه دشمن گله ای نیست، کان عهد که بستی رفیقان بشکستن. خب، با یاد گرامیه تورج نگهبان برنامه رو ادامه میدیم با خبرهایی که هفته گذشته شاهدش بودیم. خبر تأسف بار سقوط یک هواپیما در فرودگاه مادرید که باعث کشته شدن 140 نفر شد، یکی از در واقع مرگبارترین فاجعه هواپیمایی اسپانیا تا 20 سال گذشته بود و هنوز هم بسیار از سرنشینان که جان سالم به در بردن بعضیشون حالشون خوب نیست و این
در صدر خبرهای فاجعه بار و مرگ قرار داشت در منطقه بسیار پرتنش گرجستان. مشکل درگیری هایی که در این کشور هست و مسئله مناطق جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا در هنوز در صدر خبرهاست. در آمریکا رئیس جمهور آمریکا از دموکراسی گرجستان گفته حمایت میکنه و میخواد که این مناطق جدایی طلب همچنان بخشی از خاک این کشور باشند. در روسیه اعلام شد که این کشور قصد داره که حضور خودشو در گرجستان ادامه بده. در وزرای خارجه پیمان ناتو در مورد اوضاع گرجستان با هم بحث میکنند. کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا قضیه براشون بسیار مهمه. شورای امنیت سازمان ملل داره نشست اضطراری برگزار میکنه و پیشنویس نوشتند و روسیه با پیشنویس مخالفت میکنه و همچنان به صورت یکی از مسائل حاد در خبرها و سطح خبرها قرار داره اوضاع احوال گرجستان. جالبه براتون بدونید که یکی از دوستان معتقده که این کلمه گورجس که در زبان انگلیسی هست به نام که به عنوان زیبا ازش استفاده میکنن در واقع ریشش از گرجی میاد، از گرجستان میاد، به دلیل اینکه زنان و مردان گرجستان و خود کشور گرجستان و خاکش و طبیعتش که از زیباترین دیدنی های روزگاره و دیگه هر وقت هم میخوان در زبان فارسی هم میخواستن مثال بزنن از زیبایی، مثال زیبای گرجی رو داشتیم. گرجی ها بسیار زنان و مردان زیبایی هستن. در هر حال این کشور زیبا با شهروندان زیباترش داره مورد جنگ و درگیری مردان و زنان سیاستمداری میشه که روز به روز شهری این کشور رو داره خرابتر میکنه و آثار جنگ رو در شهرهای مختلف اون برجا میذاره. خب امیدواریم که از این کشور هم رفع این بلا بشه. هفته گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرد یک موشک ماهواره‌ای به نام سفیر امید رو با موفقیت به سوی مدار زمین پرتاب کرد. بعد کشور آمریکا گفتش که این آزمایش موشکی ایران با موفقیت انجام نشد. حالا دیگه شما خودتون حدیث مفصل بخونید از این مجمل، اونی که گفته موفق شد و این که گفته موفق نشده، ببینیم حرف کیو میتونیم گوش بدیم. پس از تصمیم بر کناری و استعفای پرویز مشرف رئیس جمهور سابق کشور پاکستان، ائتلاف حاکم پاکستان برای تصمیم گیری جانشین پرویز مشرف همچنان ناکام مونده. در این مورد بحث و گفتگو زیاد میشه، شرط و شروط بینشون زیاد برقرار میشه، ولی هنوز به نتیجه درستی در این زمینه و محکمی نرسیدند. گفته میشه که حزب مردم زرداری رو برای ریاست جمهوری نامزد کرده و بعد هفته آینده گوش به زنگ باشیم ببینیم که چه کسی به ریاست جمهوری پاکستان انتخاب میشه. خب خبرامو زیاده، ولی اجازه بدید همطور که اول برنامه به شما گفتم، شب گذشته بچه های رادیو 670 AM در مراسم ازدواج فرخنده علیرضا حکمت‌شعار، مرد نازنینی که 3 سال گذشته کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داشت، با مونا خانم مکی بودیم. جای همه شما خالی. عروسی بسیار گرم و پر از بزن و بکوبی بود. این هانیبال خان و بنده هم اگه صدامون امروز گرفته به خاطر اینکه دیشب دیر خوابیدیم هر دوتامون. پس یه آهنگی عروسی هانیبال خان بزن برای این علیرضا خان که از تبریکات صمیمانه از طریق این رادیو بهش بدیم. علیرضا مونا جون عروسیتون مبارکه، خوب و خوش باشین و شاد و سلامت. بگو حاضر باشن، بدو بگو
هر یک شنبه ساعت 7:30 صبح دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه مطالبی در مورد کنترل بیماری قند بدون استفاده از دارو و کاهش وزن به طور طبیعی در اختیارتان قرار می‌دهد. 1-800-555-8259. جهت نگاهداری قانونی املاک و اموالتان و جلوگیری از ضبط آنها توسط طلبکاران احتمالی به نفع شماست که قبل از وقوع مشکلات قانونی برنامه ریزی صحیح حقوقی asset preservation خود را انجام دهید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با پروانه وکالت از US Supreme Court. 310-843-9292 310-843-9292. Wake up Los Angeles and get set for an evening of Bollywood featuring the hottest tracks and a lot of gossip from India's Tinseltown. This is the future, man. Tune in this Sunday from 7 to 10 p.m. right here on RN 670 AM. Presenting Radio NRI's Hindi Top 40 Countdown. It's hot. Tune in this Sunday from 7 to 10 p.m. right here on KIRN 670 AM. Put your hands up. الو مهتاب، سلام. دیشب چرا خونه سارا نیومدی؟ حالت خوبه؟ نتونستم، مهمونی چطور بود؟ مثل همیشه همون دوستا. غذا چطور بود؟ طبق معمول خونه سارا شفته پلو. نه تصادفاً این دفعه پلوش خیلی خوب بود. معلومه که با سارا خیلی لجیه. پس حتما سارا کلاس آشپزی رفته. نه به خاطر برنجش بود. ازش پرسیدم، گفت این برنجو تازه خریده. به نام برنج باسماتی پاک خالص مال شرکت آلیدورو. اوه آلیدورو میشناسم، روغن زیتونشون خیلی خالص و معروفه، ایتالیانو. برنجش حرف نداشت، قد کشیده، خوش عطر، سفید مجلسی. آلبال پلوش هم از همین برنج بود. گفت یک کیسه سفید رنگ 10 پوندیه. خیلی هم پوز میداد وقتی چند نفر گفتن چه برنج خوبیه، اما یواشکی به من گفت بعد یک ساعت قبل نوخیز کنی. مهتاب ما هم بعد این برنج رو بخریم. خیلی از سارا تعریف کردی، خداحافظ. میبینم. من که از سارا تعریف نکردم، از برنج خوب پاک خالص آلی دورو گفتم. بای. در محضر استاد. یاران، بسیار مفتخرم که در این سطح از برنامه به سراغ یکی از ایرانیانی که نامش و فعالیت‌ها و پژوهش‌های او در طی این سال‌های پر گذشته یکی از پربارترین نتایج رو در زمینه علمی برای جامعه ایرانی داشته میریم و به مناسبت چند خبر مهم که در زمینه فعالیت‌های این استاد گرامی روی داده با او گفتگوی میکنیم و نتیجه این خبرها رو به اطلاع شما میرسونیم که هر یک از اینها برای ما افراد جامعه ایرانی باعث افتخار هست و واقعا کلامی جز اینی که بگم استاد بسیار گرامی و استادی که برای جامعه ایرانی نامی بسیار آشناست، مهمان این لحظه برنامه ما هستند و تنها در معرفیشون اگر نامشون رو بگم همه شما خواهید دونست که با کی از کی دارم سخن میگم و چه احترامی برای کارها و فعالیت‌ها و پژوهش‌های او بنده و همه شما مطمئنم دارین. جناب پروفسور ساموئل و شموئیل رهبر مهمان برنامه ما هستند در این ساعت. صبح شما بخیر جناب پروفسور. صبح بخیر خانم سرشار و صبح بخیر به همه شنوندگان برنامه رادیوی شما و خیلی ممنون از لطف همیشگی شما. خواهش می‌کنم. بنده افتخارمه که هر موقع فرصتی پیدا بشه با شما گفتگوی بکنم جناب پروفسور، ولی برای شنوندگان برنامه خانه دوست بسیار جالبه که بدونن نام پروفسور ساموئل رهبر الان در مرکز تحقیقاتی و مرکز پزشکی بسیار معتبر سیتی آف هوپ، خانه امید، در واقع شهر امید، به عنوان یک ایرانی افتخار آفرین بر اسامی مهمترین و برگزیده ترین محققان این مرکز افزوده شده و پلاک نامشون و همینطور کتابی که در موردشون نوشته شدن چاپ شده، اسمشون در تمام این بیمارستان بسیار عظیم به عنوان برجسته انتخاب شده و در این حال تحقیقات جدیدشون در مورد
بیماری مرض قند یکی از نتایج پربار رو داده. خود آقای پروفسور شمویل رهبر به ما در این مورد آخرین خبرها رو خواهند داد. خواهش میکنم استدعای من اینه از شما که یه کوچولو برای دوستان بگید که در کجا قرار داریم آقای پروفسور رهبر. بله بله، ببینید خانم سرشار، شاید از روزنامه ها و رادیوها و تلویزیون ها اطلاع دارید که بیماری قند یا بیماری دیابت به صورت یک همگیری اپیدمی داره در تمام دنیا بالا میره. در امریکا آخرین اطلاعاتی که مرکز CDC، مرکز تحقیقات بیماری های امریکا هستنش، گفته 24 میلیون نفر مبتلا به دیابت تشخیص داده شده هستند و از اون بدتر 57 میلیون نفر در مرحله پیش از دیابت یا پری دیابتیک استیج هستند که در عرض 8 تا 10 سال دیگه همه اونها دیابت کامل میگیرن. و این موضوع بسیار مهمه که بشه یه کاری کرد که در این مراحل قبل از دیابت، کامل شدن تمام علائم دیابت، جلوشو بگیرن و پیشگیری بکنن از ایجاد عوارضش. در تمام دنیا در حدود 300 میلیون نفر دیابتی هست. این به صورت بالا رونده، به طوری که در 3 سال پیش تا امسال در امریکا، 3 سال پیش 21 میلیون نفر بودن، حالا شدن 24 میلیون، و اون پیش اونایی که پیش دیابتی بودن اونها هم 4 میلیون نفر زیاد شد، اضافه شدن. چه ارقام وحشتناکی. یک علت بسیار نگران کننده دیدن دیابت نوع بالغین، چون همچون که میدونید دیابت یا مال بچه هاست که اون تیپ اول یا نوع اوله که تعدادش 5% جمع ایناست، و 95% دیابت بالغینه. در بچه های تینیجر بین 10 تا 14 سالگی دیابت نوع دوم خیلی زیاد شده. چرا؟ برای وضع تغذیه و بی حرکت بودن بچه ها یا این سن، که اغلب غذاهای جانک فود و بسیاری از این نوشیدنی هایی که یک کن اونها اسم نمی برم 240 کالوری داره، و تعداد ساعاتی که این بچه ها میشینن کاوچ پوتیتو و تلویزیون نگاه میکنن، فعالیت ورزشی و حرکت ندارن، این علته. و حالا خوشبختانه در 1-2 سال گذشته معلوم شده علت این چیه، و شما باور نمیکنید که بسیاری از بیماری های دوران پیری مثل آلزهایمر، تسلب شرایین، بناس ناراحتی های عروق که باعث انفارکتوس و استروک میشه، اینها همه اون زمینه دیابتی یا پری دیابتی هستن. فشار خون ملازم میرن. بله بله. در مرحله پری دیابتی که بهش میگن متابولیک سیندروم، 3 علامت وجود داره. یکیش فشار خون بالا بودن، هایپرتنشنه. یکیش وضعیت چربی های خون به هم خوردن، و یکی انسولین رزیستنسه، که اینها بعدن تبدیل به دیابت کامل خواهند شد. جناب پروفسور رهبر، در نشریه خود سیتی آف هوب شهر امید در آخرین شمارش در مورد پتنت و یا نمونهی که شما 200مین پتنتی که برای مولکول های کوچک که میتونه به جنگ بیماری قند بره که به نام شما ثبت شده رو با افتخار در پیشانی صفحه اول این نشریه گذاشتن، و از شما با احترام بسیار زیاد و با افتخار که یکی از
محققین سیتی آف هوپ هستین نام بردن و این رو با همت شما و با کوشش و فرایافت شما به نام سیتی آف هوپ ثبت شده و این 200مین پتنتی هستش که شما این رو به سیتی آف هوپ در واقع برای سیتی آف هوپ پیدا کردین، درسته؟ اون پتنتی که ما گرفتیم، ما تا حالا 8 پتنتمون گرانتد شده، چند تا دیگه مونده، ولی مصادف این مال ما مصادف با 200مین پتنتیه که سیتی آف هوپ از اول بنیادش تا حالا گرفته. من جمله میدونید درست کردن انسولین انسانی هیومن انسولین بود. بله. از 14 سال پیش تا حالا من با همکاری ارگانیکمیست های یک گروه ارگانیکمیست من جمله آقای دکتر لاله‌زاری مولکول هایی را تازه دیزاین کردیم و درست کردیم و من همه اونها را در اینجا با همکارایی که در اینجا دارم روی حیوانات دیابتی نوع اول نوع دوم که مدل داریم، مدل نوع اول آزمایش کردیم. اینها بسیار خوب تونستن جلوی عوارض دیابت را مثل کوری، مثل فشار خون، مثل عوارض کلیه، مثل فشار خونی که در این حیوانات ایجاد میشه و به هم خوردن نظم چربی ها پیدا کشه. و این میدونم که وقت کمی دارم. نه وقت نخیر بفرمایید. فقط مخواستم الان بفرمایید، شما صحبتتون رو بفرمایید. این یه چیزی بگم که امروز معلوم شده که تمام بیماری های دوران پیری مثل سرطان ها، مثل اتروسکلروز، تسلوب شرائین و ناراحتی های دیگه، همه و همه علتش یک اینفلامیشن یا یک آماس مزمن که در جدار رگ‌ها، در سلول‌های مغزی، در سلول‌های لیور، جگر و کلیه‌ها ایجاد میشه. علت این چیزی که اخیراً معلوم شده، علت این آماس مزمن یا کرونیک اینفلامیشن از چربی‌هایی میاد که در داخل شکم و زیر پوست زیاد میشه و این چربی ها برای سلول های چربی یا ادیپوسایت ها تنها سلول های بدن هستند و که مشخصات عجیبی دارن که چربی را در خودشون نگه میدارن. این بالا رفتن چربی باعث میشه که تمام فضای سلول رو میگیره و بقیه ارگانل ها یا ساختمان های سلولی که باعث کار سلول میشه را از بین میبره و بدن در مقابل این فشاری که چربی ها به ساختمان های سلول زنده وارد میکنه یک واکنش آماسی، یک به اصطلاح یک اینفلاماتوری ریاکشن نشون میده، یک ایمونولوژیکال ریاکشن نشون میده و این آماس مزمن علت بسیاری از بیماری های عروقی و حتی کانسر، آلزایمر، که سلول های آماسی در تمام این عوارضی که در رگ ها، مغز و کلیه ایجاد میشه وجود دارن و باعث میشن که یک آماس مزمن بدون ایمنی، واکنش ایمنی بدن، اون چیزی که ایمنی ادپتیو یا به صورت فوری جلوگیری میکنه از حمله موادی که به بدن، میکروب ها، ویروس هایی که حمله میکنن، این رو از بین میبره و در اون موقع هیلینگ تمام میشه. اما واکنش های مزمن ادامه پیدا میکنه. پروفسور رهبر، با وجودی که واقعا خیلی دلم میخواد که در این زمینه تا صبح بنشینم و حرف شما رو گوش بدم، ولی حیفم میاد که من شما رو روی خط داشته باشم و از چند اتفاق و رویداد مهمی که در جامعه علمی شاهدش بودیم و در موردش خوندیم و در واقع حضور شما باعث این شده صحبت نکنم. میدونم که شما همیشه اینقدر با افتادگی و با اینی که در مورد خودتون دوست نداری که صحبت بشه اشاراتی میکنید، ولی میگم حیف هست که این نکات رو نگیم. اولا سیتی آف هوپ
با آقای پروفسور رهبر یک بخش یا یک کتاب به نام تاریخ شفاهی که گفتگوی مفصلی رو کرده با آقای پروفسور رهبر در مورد تمام فعالیت‌هاشون انجام داده که این کتاب رو منتشر کرده به نام ایشون، علاوه بر اینکه نامشون به عنوان پژوهشگر ارشد در دیوار در واقع دیوار افتخارات سیتی آف هوپ هست، علاوه بر اینی که آقای پروفسور رهبر خبر اینی که یک ایرانی دیگر، یک مؤسسه یا یک فاندیشن بنیاد ایرانی دیگر، بنیاد مایکل امینی، در واقع رقمی حدود 6 میلیون دلار به سیتی آف هوپ دادن که برای اینکه مرکز خون، مرکز انتقال خون سیتی آف هوپ رو درست بکنن. و آقای پروفسور رهبر موقعی که از این حرکت این ایرانی بسیار، ایشون هم انسان وارسته‌ای هستن و تقاضای منو برای مسابقه قبول نکردن، گفتم من کار مهمی نکردم، کار مهم رو دیگران دارن میکنن، با افتخار یاد میکردن و چقدر دوست داشتم که شما در این زمینه هم برای دوستان ما مخصوصا جوانا بگید که چقدر مؤثره که به مؤسساتی مثل سیتی آف هوپ شما وجودتون، فکرتون، تحقیقتون، پژوهشتون، مغزتون و همه چیز در واقع هستی خودتون رو به این مرکز پژوهشی دارین هدیه میکنید، ولی کسانی دیگری هم هستن که میتونن جور دیگه به این مراکز، یا به این مرکز یا به مراکز تحقیقی دیگه کمک بکنن. بله ببینید، واقعا نمیدونید من خودم چقدر خوشحال شدم وقتی که آقای امینی آمد و هدیه کرد یک چنین ساختمان بزرگی را برای مرکز انتقال خون که در اونجا تهیه گلوبول‌های قرمز سفید و استمسل برای بیماران، یک تشکیلات بسیار وسیع با امکانات زیاد. برای من افتخار بود که یک ایرانی برای اولین بار، ملاحظه میکنید، یک کاری رو بکنه و در میدونید شما تشبابتید مثل این که بله خدمتون رسید. این مؤسسه صدها انستیتوت داره که همه را افراد یا فامیل ها یا خانواده ها یا مؤسسات اهدا کردن و همه به اسمشون هست و این مردم نیکوکار خوشفکر قسمتی از اون موهبت هایی که بهشون داده برای انسان های دیگه مصرف میکنن و این قابل تقدیسه و قابل احترامه. راجع به موضوعی که میخواستم فقط بگم، انطور شما یادآوری کردید، هیئت مدیره سیتی آف هوپ یک کرسی استادی یا چیر، اندامنت چیر، برای بنده درست کرده، تصویب کرده که الان قسمت دیولوپمنت مشغول این که پیدا کنن افرادی که میل دارن که پشتیبانی بکنن از این کرسی استادی که در امریکا خیلی مرسومه، یک پرستیجیست نه تنها برای اون که میگیره این را، یعنی بهش داده میشه مثل بنده، ولی برای اونهایی که این کرسی را اهدا میکنن و ساپورت میکنن افتخار بزرگیست و اسمشون با حروف برجسته روی دیوار بیمارستان سیتی آف هوپ خواهد بود و ما امیدواریم که با کمک شما و همه دوستان خوب سیتی آف هوپ و بنده این کار صورت عملی پیدا کنه. از طرف جامعه ایرانی که یکی از اینطور که من در مورد اطلاعات سیتی آف هوپ خوندم و بسیار از مواقع هم شاهد بودم در گفتگوهایی که با شما داشتیم آقای پروفسور رهبر، که یکی از جوامع مهاجر امریکا هستن که به تعداد زیاد از خدمات سیتی آف هوپ استفاده میکنن، یعنی مراجعین ایرانی سیتی آف هوپ واقعا زیاد هستند و این مرکز بزرگ تحقیقاتی و پزشکی از بیماران ایرانی مثل بیماران دیگر اقلیت‌ها و یا حتی کسانی که آمریکایی نیستند با آغوش باز از اونها نگهداری میکنه و در صدد مداواشون هست و یکی از مراکز معتبر جهانی است. در نتیجه اگر ایرانیان دیگر به تحصیل از آقای محمد امینی و افراد دیگر آمریکایی که این چنین حمایت میکنن از این مرکز پا پیش بگذارند و حالا که یک کرسی افتخاری هم به نام شما پروفسور شموئیل رهبر در اونجا تأسیس شده، برای کمک به اون کرسی هر قدمی رو که ایرانی ها بردارن، به خصوص که اینقدر همه موفق هستن، غالبشون در
کشور آمریکا قدمی است که یک تشکر و سپاس برای تمام فعالیت هایی که و کوشش هایی که برای جامعه ایرانی میکنن. درست آقای پروفسور رحمان؟ کاملا. و یکی از خوشحالی های من در 30 سال گذشته این بوده که هر روز ایرانیانی که احتیاج داشتن به من زنگ زدن، من تا اونجایی که تونستم سعی کردم که این بیماران رو به سیکافو معرفی کنم. شاید باور نکنید که بیش از 100 نفر در سیدیافوب در این 30 سال بومارو ترانسپلنت گرفتن برای بیماری های سرطان. بله میدونم. و این باعث خوشحالی و واقعا افتخار منه که یک ذره تونستم به حال جامعه مفید بود. شما همیشه برای جامعه ما هم مفید بودید و هم افتخار آفریدید آقای پروفسور رهبر، و کوشش شما همیشه مورد احترام جامعه ایرانی، جامعه علمی ایرانی و همه ایرانیان. اجازه بدید که من اعلام بکنم کسانی که علاقمندند اطلاعات بیشتری پیدا بکنند و یا به هر نوعی که میدونند به این مرکز سپاس خودشون رو اعلام بکنند، سایت یا پایگاه اینترنتی سیتی آف هوب رو بگم خدمتون: www.cityofhope.org. سیتی آف هوب هم یک کلمه نوشته میشه. و با اجازتون آقای پروفسور رهبر این رو بگم که هر کدوم از ایرانی هم که بیمار نداشته باشند، به نظر من یکی از زیباترین کارا اینه که به دیدن این مرکز پزشکی و مرکز تحقیقاتی برن که یک واقعا یه نصف روز کامل رو میتونن اونجا بگذرونن و ببینن که چه دستگاهی رو اونجا و علم کردن. کجا هست دقیقا آدرس سیتی آف هوب آقای پروفسور رهبر؟ بله، سیتی آف هوب در زاویه فریوی 210 ایست و 605 نورت در منطقه دوارتی. دوارتی بله. اصلا در شهر دوارتی بر مبنای سیتی آف هوب، اول سیتی آف هوب درست شده 97 سال پیش و بعد شهر دوارتی درست شده و امروز اونجایی که با 3 تا چادر برای بیماران فعلی بنا شده، امروز یکی از 5 مرکز بزرگ نشنال کانسر اینستیتیوت و دیابت. یک دنیا از محبت و وقتی که به من دادید سپاسگزارم آقای پروفسور شموئیل رهبر، و براتون آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم و برای خودمون افتخارات بیشتری که شما و پژوهشگران دیگر ایرانی می‌آفرینید که ما شاهدش باشیم. روز خوبی داشته باشید. متشکرم. مرسی. خواهش می‌کنم. رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بیسوود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزمی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بیسوود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو، تقاضای تمپا و راسکو. تلفن 818-885-7846 818-885-7846. رستوران شمشیری وستفود در 1712 وستفود بولوار روبروی راس. تلفن 310-474-1410 310-474-1410. شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذ ترین کباب ها و غذاهای ایران. الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟ بله بفرمایید. قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟ سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورتس تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818 990 9870
818-990-9870. رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870 دوری ها و دلگیری ها با دکتر صدرالدین الهی. یادار ز شمع کشته. ماه پیش، ماه اعدام یک روزنامه نگار بعد از ما به دست رژیم تهران بود. رحمان عاطفی، این روزنامه نگار سبز چشم خنده بر لب، یکی از چهره هایی است که من در زندگی حرفه‌ای خود هرگز او را از یاد نمیبرم. در فرصتی مفصل تر از این، اگر همکاران و نزدیکان روزنامه‌اش در نسل بعد از من که غالباً مدیون راهنمایی‌ها و مهربانی‌های او هستند همتی بکنند و تا دیر نشده و از یادها نرفته است خاطرات خود را از او به تفصیل بنویسند، سیمای مردی را به دست خواهند داد که در کشاکش انقلاب اسلامی سهم در خور توجهی در روزنامه نگاری ایران داشته است و حق آن است که حق او به انصاف و درستی ادا شود. رحمان عاطفی روزنامه نگاری بود که مشخصات کار حرفه‌ای را از طریق تجربه در حد اعلی آموخته بود. او ارزش‌های خبر و تیتر را خیلی خوب می‌شناخت و طی سال‌هایی که با دکتر مهدی سمسار کار می‌کرد و معاون او بود، به فوت و فن روزنامه‌نگاری و پیچ و خم‌های آن به کمک استعداد درخشانش به خوبی آشنا شده بود و سپس در دوران سردبیری امیر طاهری عملاً کار او را انجام می‌داد و امیر طاهری از وی همواره به عنوان کمک اول خود یاد می‌کرد. رحمان عاطفی اما توده‌ای بود، از نسل سوم و بلکه چهارم توده‌ای ها. بدون آن که اعتقادات خود را به حیله در کاری که می کند نفوذ دهد و یا برعکس از روزنامه به صورت ابزاری استفاده نماید. او سالهای پیش از انقلاب علاوه بر کار روزنامه روزانه در دستگاهی هم که ایرج تبریزی رئیس سازمان شهرستانهای کهران سر و سامان داده بود، باز هم در سمت دستیار دکتر سمسار کتاب سال کیهان را منتشر می‌کرد و سرپرستی می‌نمود. در کار آرایش صفحه و انتخاب تیتر و عکس سلیقه‌اش بی‌مانند بود. من یکی از بهترین کارهای مطبوعاتیم را در حالی که در دانشکده علوم ارتباطات مشغول به کار بودم با همت تبریزی و کمک‌های فکری عاطفی انجام دادم و آن مصاحبه با مردی بود که می گفتند مهر کردند و دهانش دوختند. سیاستمداری که هرگز تن به مصاحبه نداده بود. محمد ساعد مراغی. مطلب آن مصاحبه را رحمان با دلسوزی تمام بیراستاری کرد و به زیباترین صورت در کتاب سال ارائه داد. کتاب سال در حقیقت شناسنامه سالانه کیهان بود و طرز فکر کسانی که با این روزنامه همکاری داشتند. در همون کتاب سال من یک معرفی کامل از پابلو نرودا کردم که سفیر آلنده در پاریس بود و عصرها در باغ لوکزامبورگ به کبوترها دانه می داد و در همه صورتش معنای شعر ایستاده بود. در جریان بازی‌های المپیک 1968 که از پاریس به تهران آمدم تا گیلانپور بتواند به مکزیکو برود، رحمان یک شمه از دلواپسی هایی را که یک روزنامه نگار حرفه‌ای باید داشته باشد به من نشان داد و آن این که هر شب میماند تا ببیند در المپیک مکزیکو که تیم ایران در زمان ریاست تربیت بدنی سپهبد خسروانی
و به سرپرستی دکتر محمد حسن رهنوردی دبیر کل آن روز کمیته المپیک ایران بهترین نتایج تاریخ المپیک هایش را تا اون روزگار به دست آورده بود چه خواهد کرد و قضای روز بعد صفحه اول کیهان در بشقاب ورزشی چیست؟ در یکی از اون شبها خبری روی تلکس آمد که باب بیمون قهرمان سیاه پوست آمریکایی رکورد پرش طول المپیک و جهان را با یک جهش 8 متر و 90 در هم شکسته است. عددی که در ذهن هیچ کس جایی نداشت. نیم ساعت بعد در حالی که رحمان با هیجان از این رکورد حرف می‌زد و از من سوابق قهرمانانی مانند جسی اوونز و رالف بوستون را می‌پرسید، خبر دیگری روی دستگاه تلکس آمد که ژاکلین کندی با ارسطو اونسیس ازدواج کرده است و شده خانم ژاکلین اونسیس. رحمان با تعجب به من نگاه کرد و گفت فکر میکنی تیتر اول کدام است؟ گفتم برای کیهان ورزشی خبر با بیمون و برای کیهان نمیدانم. مثل بچه ها شادمانه دست به هم زد، انگوشت های باریک و ظریفش را در هم پیچید، کاری که ظاهرن وقتی هیجان زده میشد از او سر میزد. و آنگاه با خنده‌ای که تمام صورتش را روشن می‌کرد گفت برای کیهان هم خبر اول این است. من هرگز هم مشرب و هم دسته او نبودم. تنها بعد از انقلاب دانستم که او سازمان پوینده و فعال نوید را که از حزب توده سهم برده رهبری می‌کرده است و با نام مستعار حیدر مهرگان مقاله می‌نوشته و از جمله تحلیل شعر آرش کمانگیر سیاوش کسرایی در شبیه سازی خسرو روزبه به آرش از اوست. رحمان عاطفی و دیگر همکاران توده‌ای ما را در کیهان با نوعی هجمه اسلامی کنار گذاشتند. دوستان او از خونسردی ها، نرمش ها و قابلیت های او در اون روزهای تلخ و سخت حکایات مفصل نقل می کنند که من آرزو دارم نوشته شود. دکتر مصباح‌زاده این جوان منظم و سازمان دهنده را خیلی دوست می داشت و یک روز اینجا بعد از سالها سال به من گفت حیف از عاطفی بود که خودش را به کشتن داد. در جواب این اشاره من که اگر اینطور نشده بود لابد حالا او هم مثل یکی از ماها بود، فقط سکوت کرد. دکتر وقتی مجاب می شد سکوت می کرد. این یادداشت را برای آن نوشتم که در 25 سال خاموشی رحمان عاطفی مردی از طایفه خودمون را بیاد بیاورید که این حرفه در تاریخ امروز ایران بیشترین کشته ها را داده و کمترین سپاس ها را گرفته است. بیهوده نیست که خدا در شماره اول سوره اسرافیل در تبعید که در ایوردن سوئیس منتشر شده می نویسد شبی مرحوم میرزا جهانگیر خان را به خواب دیدم در جامعه سفید و به من گفت چرا نگفتی او جوان افتاد؟ من از این عبارت چنان فهمیدم که چرا مرگ مرا در جایی نگفته و یا ننوشته ای؟ و بلا فاصله در خواب این جمله به خاطر من آمد: یادار ز شمع مرده یادار. در این حال بیدار شده به چراغ را روشن کردم و تا نزدیک صبح سقط از مسمت زیل را ساختم. راست میگوید به خدا، من حتی به شمع مرده ای راد دارم. این شمع ها را کشتند تا که همسایه نداند که آنها در دل مایند و من هرگز تفاوتی میان رحمان عاطفی، حسین فاطمی، علی اصغر امیرانی و دیگران نمی گذارم. ده خدا مسمت پنج بندی خود را به میرزا جهانگیر خان تقدیم کرده است با این عبارت: وصیت نامه دوست یگانه من به کودکان دوره طلایی، هدیه برادری بی وفا به پیشگاه اون روح اقدس اعلی. و من بند اول اون را برای پایان سخن می آورم. ای مرغ سحر چون شب تار بگذشت ز سر سیاه کاری، و از نغمه روح بخش اسمار رفت از سر خستگان خماری. بگشود گره ز زلف زرتار محبوب نیلگون عماری، یزدان به کمال شد پدیدار بهریمن زشت خو فراری. یادار ز شمع مرده یادار. بله، یاد این همکار گرامی ما رحمان عاطفی هم
به شادی باد. غمگین کرد من دکتر صدرالدین الهی که همکاری بود که سالها با او در کیهان کار میکردم. بریم به سراغ هادی خورسندی بدون اینکه وقتی رو از دست بدیم در لندن. هادی خورسندی سلام بر شما. عصرشون بخیر. من صدای زور الهی رو شنیدم این لحظه آخر و در واقع نمیدونم که چی گذشته در برنامه شما. به مناسبت در همین ماه گذشته سالگرد اعدام رحمان حاتفی بود، یادی از رحمان حاتفی کرده بود دکتر صدرالدین الهی همکار ما در کیهان. یکی از روزنامه‌نگاران سلیم النفس روزگار ما رحمان حاتفی بود. درست. یکی هم که دکتر الهی هستی، امیدواریم در کنار ما سایش بالا سر ما باشه. همینطوری عرضم به خدمت این گفتیم سالگرد فتوای سلمان رشدی، یکی از فتوایی که قرار شد ایشون رو خلاصه ترور کنند، من داشتم میخوندم این کتاب خاطرات خودم رو و شعرام رو، برخوردم به یک سروده شعری که آیت الله خمینی برای خانم مارگارت تاچر فرستاده بوده است، برای اینکه سلمان رشدی نویسنده کتاب ساتانیک ورسز یا در واقع آیه های شیطانی رو ترور کنن، امام خمینی میفرمایند به خانم تاچر: مگی ما با حمایت تو خوشیم، بذارین رشدی رو درست بکشی. آقا انگلیس ها حمایت میکردن نمیتونه. مگه ما با حمایت تو خوشیم، بذارین رشدی رو درست بکشیم. این نویسنده جرمش ادامه، دست من نیست، حکم اسلامه، چون که تو آیه های شیطانی لطمه شد این به اون مسلمانی. این همه ما به خاطر اسلام جنگ بودیم با فلان صدام، این همه ما برای خاطر دین کشته دادیم در حیات اوین، حالا این نرخر بیاد یه دفعه فوش به اسلام بده مع الاسفه. بعدی بنویس از رسول عزیز، تازه اونم به انگلیسی، پلیز. لکن آخه بهش بگو ناکس با مایم دیگه ساتانیک ورسز. حالا ما هم میخوایم به خاطر حق دو تا تیر در کنیم براش، تق تق، دو تا گله دیگه چی چی هستش، اینو والا میباس به توپ بستش. بعد از این سالگرد قضیه اجازه بفرمایید. آقای خورسندی، شما کتاب آیه های ایرانیتون رو به نوعی مثلا تقدیم به سلمان رشدی و یا این فتوایی که بر علیه او دادن کردین یا اصلا نامش رو قبلا انتخاب کردین؟ نه من این کارو نکردم. ما به اندازه کافی دردسر داریم، حالا بیام کتاب اونم تقدیم به سلمان رشدی کنیم؟ خانم سرشار نه، همون که اونم کتابشو به من تقدیم نکرده. بالاخره چه فرق میکنه یک فتوا اینجوری اگر منم گرفته بودم به اندازه سلمان رشدی؟ نه، البته نویسنده بزرگی سلمان رشدی و یه مقدار شاید حقش هم ضایع شد که بعضی خیال کنن همین شهرت رو به خاطر اون فتوا داره، نه پیش از اون هم نویسنده مطرحی بود در انگلستان. بعدم این خبر خوب و حالا که بالاخره ما هم از چین، ما که یعنی جمهوری اسلامی یا یعنی ایران، در واقع ایران اونها میشناسنش به عنوان یک سرزمین. آقای حاجی زایی طلا گرفت در تکواندو، بالاخره آرزو به دل نموندیم. و ازم خدمتون که فقط مشکلی هست اینه که اگر چی که اون تنها ورزشکاری بود که به این خوبی درخشیده در چین، از سوی ایران ممکنه که وقتی برمیگرده درد سر داشته باشه و بگیرنش تو فرودگاه، به دلیل اینکه خب اون یک سری مسائل رعایت نکرد، رضاست پارسال رعایت کرد، وزنر که برداشت گفت حضرت ابوالفضل وزنر رو برداشت و من کمک کرد. این حاجی سایی به هیچ وجهی حرف از این که حضرت ابوالفضل کمک کرد نگفته و بین علما اختلافی که خب
خوبه که نگفته، برای که برحال حضرت عباس تکواندو ممکنه که بلد نباشن یا در شأن امامی نباشه که حالا وزن برداری خب یه چیزیست که پهلوان ها داشتن، ولی تکواندو بازی کردن یک امام رو بعضی علما نمیپذیرن و نمیپسندن و به هر حال امیدواریم که در سری نفسی بشه. این یک ورزشکار سایی داشته این جمهوری اسلامی، اون هم همین هادی خان سایی بوده و در چین که حالا این صحبت ها هست، بسیار یک خبر دیگه هم از چین براتون بخونم. بفرمایید. خبرهایی که توی این سایت ها هست دیگه لازم نیست که آدم بخواد طنزش کنه یا بامزش کنه یا خودش هست که بله، من همینطوری بیرم جلو اینو میخونم هر جا که وقت تموم شد شما یک اشاره ملیحی بفرمایید. من درس میگیرم اینکه که 60% بازار تسبیح ایران در اختیار چینی هاست. تسبیح رو که باید این مسلمان ها بندازن و ذکر بگن باید اون چینی ها درست کنم. بسیارا میگه حمیدی فیروزی مدیر عامل شرکت تولید تسبیح، شرکت تولید تسبیح داریم اونجا، میگه تولید تسبیح بادانه های شیشه‌ای نیاز به دستگاه های گران قیمت دارد که به دلیل وجود تسبیح های شیشه‌ای چینی در بازار و ریسک رقابت با آنها، تولید کنندگان داخلی تمایل برای ورود به این حوزه ندارند. یکی از مشکلاتی که هستش میگه اینها نمیتونن که تسبیح رو سوراخ کنن با دستگاه، میگه کارگرها با دست تسبیح رو نخ میکنن، که البته خب حالا ببینید چه ثوابی اون کارگرها میبرن. کارگر چینی منظورش یا ایران؟ نه در ایران میگه که با دست اینا مجبورن. بله. و حالا اگر حکم کرده باشن که این بیچاره بده نخ گردن تسبیح ذکرم بگن هم البته ثوابش بیشتره، ولی خب یه خودم سختی که با هر دونه تسبیح اون چیزایی که به هر حال باید گفته بشه و شیخ ها میگن کارگر رو هم بگن، چون نمیتونم دونه ها رو نمیشه سوراخ کنم بلکه همه یه اندازه در نمیاد و نمیشه تسبیح بذاشه. گویا آقای احمدی نژاد داره مخالفت کرده که دونه های تسبیح از خارج از چین وارد کنن و چون اینا نمیتونن سوراخ کنن، مثل که این گفته فقط سوراخ هاش از چین وارد کنن. در ایران سوار دونه هایی که تسبیح کنن هیچ فایده‌ای نداره. خدای از این خادی هرسند میگه که میگه در چین به دلیل اینکه دانه های استاندارد بود و نخ های مورد استفاده نیست، ابیشبی نازک هست، دانه های تسبیح با نخ سوراخ، دانه های تسبیح با دستگاه نخ میشن. دستگاه البته هیچ ثوابی نمیبره، حداقل کارگرای خودمون که سوراخ میکنن یه نفعی هم اونجا میبرن. و گفت رنگ تسبیح ایرانی ساده است، اما رنگ تسبیح چینی الوان چند رنگ متنوع بوده و به همین دلیل موفق به تسخیر بازار شده است. طرف میخواد ذکر بگه یا حق بگه خانم دنبال رنگش هم هست که رنگ با رنگ زکرم بگه. خب آقای خورسندی اگر که به شما بگم یه دقیقه دیگه وقت داریم، ملاحتش من هست کافی دقیقا درسته. میگه در یه دقیقه جمع و جورش کنیم. شاعر راجع به تسبیح میگه شیخا چه بلایی تو که این رشته تسبیح، شیخا چه بلایی تو که این رشته تسبیح از دست تو سوراخ به سوراخ گریزه. این نخ تسبیح میگه از این شیخه در میره سرشو میکنه توی مهره های دیگه. و بعد هم یاد اون جاهله به خیر که میخواستش که تسبیح بگردنه ولی عادت زنجیر به چرخونه، ولی یه خودی که تسبیح چرخون انداخت، بعد میخواستش که بچرخونه تسبیح، گفت امه آها ادار کمربنده رو ببندین سه بچرین میخوام یه چرخی بفرم. رو به شما بخیر. اینا چیزایی که مردم در ایران میگن. بله. و من دقیقا نقل از اونها میکنم. میدونم خودتونم هیچ مسئولیتی نسبت به اون نداری. نه من فقط راجع به اون سوراخایی که امنیجا گفته از چی وارد کنن سوار مراه کنن میتونم که این مسئولیت داشته. بازم رادیو شما مسئولیتی نداره. روز و روزگارتون خوش. به شما هم همینطور هادی خورسندی. چکرم.
برای انتخاب بهترین مدل های اتومبیل های نیسان و دریافت مناسب ترین قیمت و سرویس از گلندل نیسان دیدن کنید. کادر ورزیده گلندل نیسان در بخش های فروش و تعمیرات انتخاب و نگهداری از اتومبیل های پرطرفدار نیسان را برای شما آسان می کند. سلام، من رافیک پتروسیان، مدیر فروش اینترنت گلندل نیسان، از شما دعوت می‌کنم تا بتوانید ماشین مورد علاقه خود را در دسترس خود قرار دهید. قیمت‌های ویژه این ما برای سنترا 2849 دلار، برای فرانتیر 2869 دلار و برای پاتفاندر 2819 دلار می‌باشد. تلفن تماس 818-240-6000 818-240-6000. گلندل نیسان عرضه کننده مناسبترین قیمت و کاملترین سرویس. تلفن 818-240-6000. $1,000 to $2,000 down due at signing. Limited inventory. Glendale Nissan also offers other 2008 models. وای نگاه کن سارا، ماشاءالله چه پوستی داره. این پوست برگ گل سارا به خاطر لیزرهای دکتر رشدیه. چه لیزرهایی؟ بهترین لیزرهای جوانسازی پوست و جدیدترین لیزرهای از بین بردن موهای بدن بدون درد با نتیجه عالی. تلفن دکتر رشدی رو داری؟ آره، دکتر منوچهر رشدی 310-444-1446. هم تخفیف مخصوص داره، هم شنیدن با خرید یه پکیج زیر بغل یا بیکینی لاین مجانی هم میده. 310-444-1446. یادت نره ها. اگه خواستی یه کسی عاشق هم. همین هفته در کباری تهران داغ داغ، بعد از مدت ها یک بار دیگر ستاره پرجنجال موسیقی ایران شیلا. خبرم کن تا بیا، خبرم کن تا بیا. همین هفته به همراهش مایکل مرد هزار صدا. همراهشان کامران و آرتوش. همین هفته کاباری تهران با زیباترین برنامه‌ها. خدایا خدایا برس امشب بداد. شیلا، مایکل، همراهشان کامران و آرتوش. همین هفته کاباری تهران با زیباترین برنامه‌ها. تلفن رزرو و اطلاعات 818-985-5800. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت‌های ما. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 20مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سنتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می‌توانند با تلفن 310-820-47-26 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles. خب یاران، به ساعت دوم برنامه خانه دوست خوش آمدید. همطور که بهتون گفتم در اول برنامه، این آخرین برنامه است که به مدت یک ساعت و نیم پخش میشه، چون المپیک پکن فردا تمام میشه و در واقع برنامه پایانی اون رو هم قراره که پخش بکنن. بعد منتظر باشیم که برنامه جالب هم برای پایانی پیش بینی کرده باشن. دوستان بخش ورزشی، آقایان مهراد بحری و آرش حفیظی، از ساعت 9:30 تا 10 آخرین گزارش‌های المپیک رو به اطلاع شما می‌رسونن و ما نیم ساعت فقط برنامه داریم از حالا، ولی از هفته آینده برنامه ما به همان دو ساعت خودش برمیگرده. پس سریع و تند و زود بریم به سراغ دفتر خاطرات، ببینیم که در المپیک 1984 لس آنجلس چه اتفاقی افتاد و در دفتر خاطرات چه نوشتم. در کوچه پس کوچه های غربت. المپیک 1984 لس آنجلس.
پس از مدت‌ها فرصتی پیش آمد تا با بچه‌ها و در جمع خانواده چند ساعتی بنشینیم و همگی به اتفاق یک برنامه تلویزیونی را تماشا کنیم. پخش مستقیم مراسم گشایش مسابقات المپیک را می‌گویم. تلویزیون برعکس آنچه مخترعانش انتظار داشتند و هواخواهانش ادعا می‌کردند، وسیله ارتباطی افراد خانواده که نشد هیچ، موجبی برای تفرقه و قطع ارتباط فکری و بیانی بین پدر و مادرها و بچه‌ها نیز شد. آن هم به دلیل ساده گوناگونی سلیقه‌ها و فاصله بین نسل‌ها. در هر حال این برنامه از موارد نادری بود که می‌توانست برای کلیه افراد خانواده جالب و دیدنی باشد و همه را برای مدتی طولانی زیر سقف یک اتاق نگه دارد. به برکت بخش گهگاه آگهی های بازرگانی فرصت های دست می داد که گفتگوی هم درگیرد. عجیب بود. در جمع خانواده ما بیشتر صحبت ها در لابلای پخش مراسم المپیک در اطراف ایران دور می زد. از آغاز برنامه بی جهت حالت سرگردانی و دلخوری دارم. هر لحظه از مراسم مثل تونل زمان مرا از حال به گذشته می برد. بچه ها هم که گویی احساس را درک کردن مرتب سوال می کنند. ایران هم استادیوم داشت؟ آره داشت. تهران 2 تا ورزشگاه بزرگ داشت. امجدیه و استادیوم 100,000 نفری آرامهر. 100,000 نفری؟ راست میگی؟ آره راست میگم. مسابقات آسیایی اونجا برگزار شد. مسابقات دیگه و مراسم مختلف رسمی مثل 4 آبان که تولد شاه بود. عجیب این که حالا سالگرد مرگشه. بچه‌ها با تعجب سکوت میکنند. یادشان نمیآید. ولی من که نمیتوانم فراموش کنم. در تونل زمان به تهران می روم و روزهای برگزاری مسابقات و هجوم مردم را به یاد می آورم. بی اختیار در میان جمع تماشاگران به جستجوی چهره های آشنا می کردم. به یاد محمد بوقی می افتم. عضو همیشگی مسابقات ایران و بوق چند دهنش و فریادهای ایران ایران تماشاگران که با او دم می گرفتند. حالا که جرأت ندارند ایران ایران را دم بگیرند چه می کنند؟ جای بچه های ورزشکارمان در میدان های ورزشی دنیا خیلی خالی است. خیلی. فوتبالیست ها، وزنه‌بردار ها، کشتیگیر ها. یادم می آید آن روزها حتی تحمل تماشای یک مسابقه را نداشتم. اهل ورزش نبودم. هنوز هم نیستم. ولی دلم برای تماشای بچه های خودمان در بالای سکوی پیروزی لک زده است. خدا می داند حالا در دل یکی که آنها چه می گذرد و یا چه بر سرشان آمده است. یکی از جوانانشان را که چند روز پیش اعدام کردند. 2 دور است که بچه ها امکان شرکت در مسابقات المپیک را پیدا نکردند. بدون شک ورزش هم مثل بسیاری چیزهای دیگر در ایران عقب گرد کرده است. از نوع یکی از بچه ها می پرسد ایران در مسابقات المپیک شرکت می کرد؟ معلومه که شرکت می کرد. بارها هم مدال طلا و نقره و برنز بردیم. تو کشتی، تو وزنه برداری، راست میگی؟ آره راست میگم. و باز هم سکوت. حالا ورزشکاران کشورهای مختلف رژه میروند با پرچمهای کشور خودشان، سربلند و با افتخار. نوبت حرف آی میرسد. تیم عراق وارد میدان میشود. پسرم میگوید قبل از اینا نوبت ایران بود نه؟ پاسخ میدهم بله. جای ایران کنار عراق بود ولی حالا مقابل اونه. میپرسد یعنی چی؟ پسر دیگرم با بی‌حوصلگی جواب می‌دهد. یعنی دارن با هم جنگ می‌کنن. خنگه. تیم‌های 140 کشور می‌آیند و در میدان جا می‌گیرند. جای ایران ما خالی است. باز هم با امیدواری بچگانه‌ای منتظرم نشانه‌ای، اثری یا چهره آشنایی ببینم. گوینده تلویزیون در پایان مراسم اعلام می‌کند حالا گروهی از اهالی لس‌آنجلس از ملیت‌های مختلف با لباس‌های محلی کشور خودشان وارد میدان می شود. می گویم شاید بین اینها چند ایرانی با لباس محلی ببینم. هرچه می گردیم نشانی نمی آبیم. در میان آنها هم کسی نیست. همش در این فکرم که چگونه دل بچه ها و شاید خودم را به چیزی خوش کنم. در گوش و کنار ذهنم دنبال سرنخی می گردم و بالاخره می گویم می دونید یونیفورمای شرکت کننده های آمریکایی مراسم رو یه ایرانی ترک کرده. و باز هم جمله راست میگی. جواب میدهم بله راست میگم. یک ارمنی ایرانی لباس شهردار را هم یک ایرانی دیگر طرح کرده، امیر بهادری، طراح ایرانی. و پاسخ کوتاه آنها که خوبه.
آهی میکشم و میگویم بله خوبه، ولی این نه اون خوبیه که من دنبالش بودم. حوصله‌شان را سر بردم، میدانم. صدای اعتراض پسرم بلند میشود که نشد یه دفعه حرف ایرانو بزنی، تو قصه‌دار نشی و ما رو دلخور نکنی. حالا حتما میخوای بری یه نوار بذاری و موسیقی ایرانی گوش بدی. بله، میخواهم آواز ایرانی گوش بدهم. گناه که نکردم. این نوایی است که با شیر اندرون شد و با جان بدر رود. پریسا میخواند: الا ای پیر فرزانه، مکن منم زمیخانه زمیخانه. قلم را در دست میگیرم و کاغذ را جلو میکشم و افکارم را روی کاغذ سفید میریزم. آیا امید طلوع بامدادی هست؟ با سمای شکوفه‌ای بر سر شاخساری خواهد رویید. در میانه راه تخت سنگ های داغ بر کف پاهای تاول زده ما شلاق میزنند و از گام برداشتن بازمان میدارند. من غمگینم، غمگینم، غمگین. میدانم که دستهایمان توانایی سازندگی بیشتری را داشتند و شانه ها یارای سنگینی بیش از این را، ولی افسوس ریسمان هایی که می توانستند مدد راهمان باشند چون تناب دار گلوگاهمان را فشردند و راه را بر نفس ها بستند. آن که می توانست عصای دست های خسته باشد خار راه شد و ما را بیگدار به درون رودخانه خروشانی افکند که دریای رهایی را نوید نمی دهد. ای پاهای تاول زده، ای گلوهای فشرده و ای انگشتان خشکیده، تاب آورید، تاب آورید. شاید امیدی برای طلوع بامدادی باشد. خدایا، خداوندا، حفظشان کن. ایران، 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 خدایا، خدایا، حفظشان کن. تیم ملی ایران، خدا نگهدارتان، دعای خیر ملت همیشه همراهتان. رحیم و کریم و خدایا، حفظشان کن. ایران، 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 بعد از خدا، بعد از خدا، امید ما شمایی، چشم و چراغ مایی، یاری خداوند فاتح قله هایی. به امید خدا، هر جا که بازی دارید باز افتخار میارید. به یاری خداوند همیشه گل بکارید، همیشه گل بکارید، همیشه گل بکارید. تیم ملی ایران، خدا نگهدارتان، دعای خیر ملت همیشه همراهتان. تیم ملی ایران، خدا نگهدارتان، دعای خیر ملت همیشه. برای دریافت کرم‌های خاویار که توسط دکتر نیومن و دکتر پرهامی برای از بین بردن چین و چروک‌های صورت تهیه شده، با تلفن 323 655 79 79 323 655 79 79 تماس بگیرید. For all you Bollywood fans out there, have we got something special for you. KIRN brings you Radio NRI's Hindi Top 40 Countdown. Tune in this Sunday from 7 to 10 p.m. right here on KIRN 670 a.m. Featuring some of the hottest songs and all of the gossip that you really need to know about from Bollywood. It's hot, baby. It's hot. Sing is king, sing is king, sing is king. Sing is king, sing is king. Tune in this Sunday from 7 to 10 p.m. right here on KIRN 670 a.m.
نترس، شما برای خرید مرسدس بنز از فلچر جونز احتیاج به مأمور مخفی ندارید. سلام، من کامران تابش با احترام شما را دعوت می‌کنم تا برای انتخاب و خرید مرسدس بنز مورد علاقه‌تان از میان بیشتر از 2000 اتومبیل با رنگ‌های گوناگون از فلچر جونز دیدن کنید. من کامران تابش فقط یک تلفن با شما فاصله دارم. رضایت شما در هر قیمت و شرایطی ضمانت من است. فلچر جونز موتور کارز، مرسدس بنز، نیوپورت بیچ. یک کلام بشنو از الهام قیتانچی، بانوی جامعه شناس که در کالج سانتا مونیکا تدریس میکنه رشته جامعه شناسی رو، و یکی از پژوهشگرانی است که در زمینه مسائل زنان، در زمینه حقوق زنان و حرکت‌های آزادی خواهانه برای آزادی گفتار فعالیت زیادی کرده و هر کجا چنین فعالیت هایی در جریان باشه حتما نام و یا حضور الهام قیتانچی رو اونجا خواهیم دید. و این بار به عنوان مهمان در برنامه خانه دوست از او دعوت کردیم به دلیل تحقیق بسیار جالبی که کرده و در هفتمین دو سالانه کنفرانس مطالعات ایران که در ماه پایان ماه جولای و آغاز ماه آگست در شهر تورنتو در کانادا برگزار شد، به عنوان یکی از سخنرانان شرکت کرده بود و به دلیل جالب بودن سخنرانی او از الهام قیتانچی دعوت کردم که با ما در زمینه سخنرانی خودش گفتگویی داشته باشه. صبح شما بخیر خانم الهام قیتانچی. صبح بخیر، خسته نباشین. شما هم خسته نباشین، خوبین که انشالله. مرسی، خیلی ممنون. خب من برای دوستان گفتم که یکی از پژوهش‌های جالبی که اخیراً در موردش خوندم و مطالعه کردم پژوهشی بود که شما در زمینه مسائل یوتیوب و ایرانیان انجام دادین و در کنفرانس مطالعات ایران در تورنتو ارائهش دادین. اگه میشه برای دوستان شنوندمون در مورد این تحقیق خودتون یه صحبتی بکنین خانم قیتانچی. بله حتما. این ریسرچی که من کردم راجع به ویدیوهای مربوط به ایران در یوتیوب یه تحقیقی بود که حدود یک سال روش کار میکنم و سعی کردم که به اصطلاح نتایج اولیه اون رو توی این کنفرانس در معرض تایید یا تکذیب بقیه ریسرچرها بذارم. ولی به طور کلی دو تا بخش داشتیم ریسرچ. یکی یه بحث تئوریکش بود که خیلی اجمالی را جوش دارم میکنم و بعد فکر میکنم برای شنونده های شما نتایج خود تحقیق جالبه. حتما. اولا اینکه یوتیوب همونطور که میدونین در سال 2005 تأسیس شد و خیلی متداول شد در جریانات سیاسی امریکا، همونطور که میدونید انقدر تأثیرش چشمگیر بود که الان در تمام رسانه‌های عمومی امریکا شما یه بخشی رو میبینید که فقط به بررسی یوتیوب یا اینترنت و تأثیر اون روی جریانات سیاسی مخصوصا در انتخاباتی که الان در پیش داریم در امریکا صحبت میکنن و به طور کلی اصلا یک حوزه تخصصی شده برای کسایی که فقط روی این زمینه کار میکنن. درست. در زمینه ایران و ایرانیان هم این موضوع یعنی جریان یوتیوب خیلی مهم شده، البته نه به مهمی امریکا، ولی چون در ایران وسایل ارتباط عمومی بیشتر در دست دولته، وجود سایت های مثل یوتیوب خیلی تاثیر میذاره، برای که مثل یک رسانه خبری کار میکنه که به راحتی در دست همه مردم میتونه قرار بگیره. علت متداول شدنش و علت تأثیری که روی جریانات سیاسی توی ایران و بین ایرانیان خارج از کشور میذاره اینه که خیلی راحت به روی یوتیوب یه ویدیو گذاشت، یعنی شما خیلی اطلاعات تکنیکی و فناوری جدید نمیخواین، با داشتن یه تلفن همراه یا موبایل در ایران یا در هر جا که باشین به راحتی میتونین ویدیو رو آپلود بکنین. بعد یه دلیل دیگه که من میگم برای اینکه تاثیرگذاره اینه که با به اصطلاح
اورال تردیشن توی ایران همخوانی داره. چون به هر حال در ایران خیلی کسا هستن که روزنامه نمیخونن و ارتباطات رسانه‌های گفتاری رو دنبال نمیکنن به خاطر کمبود سواد یا کمبود وسایل مالی که بتونن امکانات مالی که بتونن اینا رو خریداری بکنن. رسانه‌های نوشتاری منظور؟ بله نوشتاری. بله. ولی رسانه‌های گفتاری مثل رادیو تلویزیون و هر چیزی که بتونن بهش گوش بدن بیشتر مورد دسترس آدما میتونه قرار بگیره. درست. بعد یه دلیل دیگه محبوبیتش هم اینه که برخلاف اون کاری که وزارت فناوری و اطلاعات در ایران به راحتی میتونه بکنه با جریانات فیلترینگی که داره و اینا با سافت‌ورهای اینترنتی که به کار میبرن، اینه که وقتی که گفتاری وقتی که نوشتاری هست خیلی راحت میتونن مثلا یک کلمه یا یک عبارت رو فیلتر بکنن. مثلا مدت‌ها کلمه زن فیلتر میشد در تمام سایت‌های ایرانی، در تمام وبلاگ‌های ایرانی شما اگه کلمه زن به کار می‌بردین توی ایران اگه می‌خواستین اون سایت رو باز بکنین یه دونه باکس بهتون نشون میداد که مقامات قضایی تصمیم گرفتن که این برخلاف شعونات اسلامیه و این سایت بسته شده. درست. ولی در مورد یوتیوب این جریان رو نمیتونن به این راحتی انجام بدن چون نوشتاری نیست. البته کل سایت یوتیوب در ایران فیلتر میشه ولی به طرق مختلف و تقریبا خیلی راحت هم میشه این فیلترها رو شکون. مثلا در ایران به راحتی، یعنی این دیگه اصلا هیچ سیکرتی نیست، به راحتی از وی پی ان استفاده میکنن، ویرچوال پرایوت نتورک و فیلتر شکنای خیلی قوی که میتونه یوتیوب رو دانلود بکنه. بعد یه چیزی که من در جریان ریسرچ هم متوجه شدم اینه که اگر شما به هر طریقی در ایران وابسته به یک وزارت دولتی باشین به راحتی میتونین سایت یوتیوب رو دسترسی بهش پیدا بکنین. اگه شما کارخونه‌ای داشته باشین که از طریق دولت سوبسید میگیره به راحتی میتونین به یوتیوب دسترسی داشته باشین. خلاصه این که ما میگیم یوتیوب در ایران سنسور شده همه ماجرا نیست، مثل فکر کنم تمام چیزای دیگه تو ایران سیاه و سفید داره. درست. قبل از اینکه بقیه صحبتتون رو بکنید یه نکته رو که می‌خواستم اگه میشه بهش اشاره بکنید، تحقیقی که شما کردید خانم الهام قیتانچی در مورد ایرانیان و یوتیوب داخل ایرانه و یا در هر دو منطقه رو در نظر گرفتید، یعنی بیرون از ایران رو هم در خارج از ایران رو هم تحقیق کردین در موردش؟ بله، این اصلا این بحث توریکی که من میخوام بکنم دقیقا سوالش همینه که خیلی از نظرپردازان یوتیوب میگن که ما نمیتونیم وقتی راجع به یوتیوب صحبت میکنیم و آنالیزش میکنیم نمیتونیم اون رو به مرزهای جغرافیایی بسنده بکنیم و در مرزهای جغرافیایی بگنجونیم، چون اصل خود اینترنت یک اصل فرامرزیه و شما میتونید از مرزها عبور بکنید و به ساختن آیدنتیتی هایی منجر میشه که فرامرزی هستن. درست. اما من در طی این تحقیق میگم که درسته که یوتیوب به مقدار زیادی استفاده میشه از طرف ایرانی های خارج از کشور و ایرانی های داخل کشور، ولی به وجود آوردن یه هویت فرامرزی منجر نمیشه، بلکه خیلی متمرکز روی وقایع ایران. دلیلش هم اینه که یعنی دلیلی که من این حرف رو میزنم اینه که توی تحقیقایی که مثلا برکمن سنتر از هاروارد یونیورسیتی یا اوپن نت اینیشیتیو که یه سازمان دیگه است که فقط روی فیلترینگ سایت های بلاک شده توی ایران کار میکنن، نشون میده که بیشترین تعداد ویدیوهای یوتیوب متمرکز روی دو تا جریان، یکی جریانات سیاسی یا رسوایی های سیاسی که درون ایران اتفاق میفته. بله. چه در ایران ویدیوهای اینجوری از روی یوتیوب دانلود میکنه، حالت افشاگری در واقع. بله. خب و یا موزیک و هنر که مثلا خیلی به ندرت شما میبینین تلفیقی باشه از موزیک ایرانی و خارجی، ولی بیشتر روی موزیک ایران و موزیک ایرانی متمرکز شده. بنابراین اون چیزی که من میگم اینه که با اینکه این ویدیوها خیلی هاش ممکنه از ایرانیان خارج از کشور و همونطور که میدونین ما دایاسپورای خیلی بزرگی داریم در پراکندگی در تمام دنیا هستن، ولی متمرکز روی هویت ایرانی و
روی مسائل ایرانی. مثلا اگه اجازه بدیم بگم کدوم مسائل روی یوتیوب خیلی حتما برام خیلی جالبه بفهم. بله، مثلا یکی از چیزایی که خیلی هم بهش لینک داده شده بود در از این 6-7 ماه گذشته، مثلا رسوایی های سیاسی بود که اینها در درجه اول بودن توی یوتیوب. یکیشون ویدیویی بود که قصد تجاوز یک استاد دانشگاه در زنجان رو داشت به دختر دانشجو، که این اگر به واسطه این ویدیو یوتیوب نبود اصلا انعکاسی پیدا نمی‌کرد در ایران، چون که با دوربین تلفن هم گرفته بودن. بله درست. بله. اینو اون دختر دانشجو از قبل هماهنگی کرده بود. بله. با گروه های دانشجو اونجا که بریزن توی آفیس این استاد دانشگاه و این مسئله رو چیز بکنن، با موبایلشون ویدیو بگیرن و اونا این کار رو کردن و این باعث شد که رسانه های دولتی رسمی ایران به این موضوع واکنش نشون بدن. یعنی اگه به خاطر این ویدیو نبود اتفاق نمی افتاد. یه اتفاق دیگه که خیلی جالب بود، اگه یادتون باشه، آقای پالیزدار بود که بله. و شروع کرد افشاگری راجع به آقازاده هایی که پول های کلانی رو به سرقت بردن در درون سیستم و به طور اخص نام برد از آدمایی که توی ایران دارن به اصطلاح پول میچاپند و از این حرفا. بعد خانم قیتانچی، به دلیل اینکه وقتمون داره سریع تموم میشه، میخواستم چون میدونم که شما در فعالیت ها و کوشش های 1,000,000 امضا هم هستید، برای اینکه خبر اون رو هم بدیم، اگه میشه خلاصه یه نتیجه گیریتون رو بفرمایید که یه بخش کوچیک از وقتمون رو هم بدیم به اون قضیه 1,000,000 امضا، کمپین 1,000,000 امضا. بفرمایید. در یه دقیقه دیگه تمومش بشه. بخواهش. آقای پالیزدار این سخنرانی رو در یک دانشگاه خیلی ساده در همدان گفت با حضور تعدادی بیشتر از 100 نفر نبودن، ولی چون ویدیوی این تاکیشون توی یوتیوب قرار گرفت، یک انعکاس گسترده عمومی در ایران پیدا کرد. بعد خیلی خلاصه بگم که کاتگوری دوم میوزیک و انترتینمنت هست توی ایران، که من فکر می‌کنم مثلا ما خیلیامون اصلا از این طریق با خیلی از آرتیست‌های توی ایران آشنا میشیم. درسته. به زودی کنسرت محسن نامجو هستش که ما فقط از طریق اینترنت و یوتیوب شناختیمش. خیلی درست. بله. و این نشون میده که چقدر یوتیوب در شناخت این آدم هایی که در ایران زیر زمینی کار میکنن موثره. یه بخش مهمی که روی یوتیوب توجه من رو جلب کرده اینه که جوانهای ایرانی به خصوص در داخل ایران به مسائل پورنوگرافیک هم خیلی میپردازن، یعنی چیزهایی رو روی یوتیوب میندازن و یا ویدیوهایی میزنن که خودشون تولید میکنن، ولی در واقع اینا جز صور قبیحه یا ممنوع است. به اون آیا در تحقیق خودتون به این بخش هم پرداختین؟ بله، برای که یکی اصلا علت این که ایران دارای سافت‌ورهای آنتی فیلترینگ خیلی قویه اینه که اینا رو مستقیما از شرکت‌هایی می‌خره در سیلیکون ولی توی همین ایالت خودمون کالیفرنیا که برای پورنوگرافی درست شده. بنابراین یکی از بهترین سیستم‌های فیلترینگ رو بعد از چین ایران داره و به خاطر اینکه خریدار امریکا هم هست توی مسائل، ولی به خاطر خیلی دلایل دیگه جوانای ایرانی سعی می‌کنن با هر ترفندی که شده این از این فیلترها رد بشن و این یه مقداری ربط داره به تابو شکنی این نسل که فعالیت‌های ضد رژیم خودشو منحصر به حوزه سیاسی نمی‌کنه و اینم یک ترند جالب دیگه است. چه جالب، چه نتیجه گیری جالبی. چقدر ازتون سپاسگزارم. ولی امروز بفرمایید که از ساعت 11 صبح تا 9 شب شما و یارانتون در کمپین 1,000,000 امضا کجا هستین؟ منتظر دیدار دوستان. خیلی ممنون. بله، بچه‌هایی که توی 1,000,000 امضا اکتیف هستن به مناسبت دومی سالگرد که بله بله دومی سالگردش رو جشن گرفتن جلوی هولسام چویس مارکت که فکر میکنم خیلی از شنونده شما باش آشنایی داشته باشن. آدرسش از 1340 کالور درایو در ایروین. این کمپین همینطور که میدونین 2 ساله شروع شده و سعی میکنه که 1,000,000 امضا از ایرانی‌های داخل و خارج از ایران جمع بکنه برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران در مورد زنان. و یه کار خیلی جالبی که این بچه‌ها کردن، که البته باید بگم تمام این بچه‌هایی که توی این ماجرا اکتیف هستن توی
لس آنجلس بچه خیلی کوشای ایرانی هستن که همشون دورهای پی اچ دی و مسترز مهندسی و دکتری رو دارن اینجا طی میکنن. اگه به دیدارشون امروز برن بین ساعت 11 صبح تا 9 بعد از ظهر در هولسوم چویس مارکت، بله، 1840 کالور درایو، حتما با تک تک اینا آشنا خواهند شد از نزدیک. بله، و یه شانسی خواهند داشت که امضای خودشون رو به خیلی این امضاها بپیوندن. 1,000,000 امضا. چند بله. تا جمع شده خانم قیتانچی؟ والا استراتژی این کمپین اینه که اعلام این تعداد رو اعلام نکنن تا موقعی که جمع شده. من فقط بگم که دو تا نوآوری جالب دارن. دیگه وقت نداریم آخه. باید خیلی ازتون عذر میخوام، وقتمون به سرعت به پایان رسید. با وجود که انقدر بحث جالبی میکردید، منم فقط باید خداحافظی بکنم. خیلی از وقتتون ممنون. خواهش میکنم، خداحافظ. با شما دوستان تا هفته آینده.